زده که پا توی یکی از نفرین شده ترین جنگل های تاریخی دنیا میذارن. گلاسیا سلام، امروز براتون فیلم ویچ مثل سال 2015 آوردم با نمره 7 IMDb. یکی از فیلم های روانشناختی خیلی معروفه. سبک فیلمش هم بخوایم دقت بکنیم مثل بابادوک یا فیلم موروسی که توی کانال گذاشتمشون قبلا، و کلا میگم روانشناختیه دیگه، بیشتر اینکه بخواد جامپ اسکیر داشته باشه. خیلی خفن میاد، جنبه های روانی یه ترسونشون میده. بریم با هم ببینیمش، حتما تحلیل آخرش رو گوش بکنید. حواستونو بسپر کامرا صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم میریم به انگلستان قرن 17. خانواده ای رو میبینیم که توی دادگاه محاکمه میشن، چون پدر خانواده یعنی ویلیام از دین و خدا حرف بد زده. بر امیر خانواده رو کلا از شهر تبعید میکنن. یه خانواده 6 نفره که پدرشون ویلیام رو شناختیم، مادر اسمش کاترینه، دختر بزرگ خانواده تامسین، پسر بزرگ کیلب و یه خواهر برادر دوقلو هم به اسم جوناس و مرسی دارن. بعد مدتی گشتن محلی رو به نزدیک جنگل پیدا میکنن که برای زندگی هم مناسبه و خیلی زود زندگیشون رو شروع میکنن. بعد مدتی هم مادر بچه پنجمش رو به اسم ساموئل به دنیا میاره. میبینیم کلا خانواده مذهبی هن. یه روز که تامسین با ساموئل داره بازی میکنه، چشماش میبنده و یه رفع بچه ناپدید میشه. میبینیم توی جنگل هم یه زن قرمز پوش داره در میره. تامسین هم دختر رو گم میکنه و میریم به یه اتاق عجیب. پیرزنی دستش به بدن بچه میکشه و یه دفعه چاقوی رو سمتش میبره. حالا همین پیرزن رو میبینیم که توی جنگل وایستده و داره بدن تیکه شده بچه رو به تن خودش میماله تا یه مراسم شیطانی به اجرا در بیاره. این در حالیه که چند روز بعد یه خانواده مثل جهنمه، چون غم بچه داره مادر رو دیوونه میکنه. کیلب هم تامسین رو همش در حال کابوس دیدن نگاه میکنه. وقتی پدر و کیلب تنها میشن، پدر توضیح میده که احتمالاً گرگ بچه رو برده و دیگه هم پیدا نمیشه. بعدم میگه بریم شکار و کیلب میپرسه چرا وقتی این همه تاکید کردی که جنگل خطرناکه، حالا میگه بریم داخلش. پدرم میگه محصولات مزرعه‌مون کمن و برای غذا توی زمستون مجبوریم از الان تلاش کنیم. بقیه هم توی خونن و تامسین صدای زجرهای مادر در حال دعا خوندن میشنوه و به هم میریزه. کیلب هم موقع گذاشتن تله پدر میپرسه ساموئل رو هنوز غسل تمعید نداده بودیمش، یعنی دیگه نمیره بهش؟ پدرم که جوابی نداره میگه بعضی چیزا رو ما آدما هیچ وقت نمیفهمیم. وقتی هم پسر میپرسه از کجا حالا این همه لوازم شکار خریدی، پدر میگه جام نقره مامانتو فروختم، ولی اینو به هیچ کس نباید بگی. خرگوش میبینن و پدر اسلحه رو سمتش میگیره، اما چون تازه کاره باروت میره توی چشمش و خرگوش هم در میره. برمیگردن مزرعه و دوقلوها رو در حال بازی با یه بز سیاه میبینن، بز سیاه خودشون و اسمش هم گذاشتن فیلیپ. پدر سریع میره جلو چون این بز کم وحشیه. بعدم با کمک کیلپ میکننش رو قفس و همین لحظه مادر میاد بیرون. حالا خیلی عصبانی و شروع میکنه به دعوای همه به خاطر هر کاری که کردن. مخصوصا دست تامسین عصبانیه و میگه برو لباس پدرتو بشور. وقتی هم هی از همسرش میپرسه از صبح کجایی، کیلپ میگه رفته بودیم برات سیب پیدا کنیم تا حالت بهتر شه، و اینطوری پدر علو دادن قضیه جام نجات میده. بعدم میره لب دریاچه و کنار خواهرش میشینه. این لحظه نگاه کیلپ به بدن خواهرش یکم عجیبه و اونم متوجه میشه اما چیزی نمیگه. سرای ترسناکی میاد و هر دو بلند میشن، اما فقط خواهر کوچیکشون مرسیه که داره ادای جادوگر رو در میاره و هی تامسین میگه بس، اما اون گوش نمیده. بعدم با عصبانیت به تامسین میگه من و مامان ازت متنفریم چون تو باعث شدی دالاش کوچیکمون گم شه، تو اصلا جادوگر کثیفی. یه رفهم میگه من دیدم یه پیرزن داداشمون رو برداشت و با خودش برد، ولی خب کیلپ تو دفاع تاماسی میاد جلو و بحثو تموم میکنه. اما حالا تاماسی که کلافه شده و میره سمت مرسی، بهش میگه آره راست میگی، من یه جادوگرم، دفعه بعدم اذیتم کنی میکشمت. همینطوری میترسونتش تا کیلپ میاد و هم دورشون میکنه. میریم به سر شام. مادر رو به تامسین میگه جام نقره من گم شده، تو برش داشتی؟ هرچی هم تامسین میگه من اصلا بهش دست زدم، مادر با عصبانیت تیکه انداختن و ادامه میده و به بچه شک داره. پدرم لو نمیده که خودش جامو فروخته، ولی از تامسین دفاع میکنه و دخترش میفرسته که بره به بزاشون سر بزنه. اونم بیرون خونه با تعجب به خرگوشی نگاه میکنه که قبلتر پدر میخواست شکار کنه. پدر و مادرم میبینیم که موقع خواب صحبت میکنن و مادر توضیح میده که اون جام نقره برام خیلی مهمه، چون تنها چیزیه که نگه داشتم که اگه یه موقع مزرعه‌مون نابود شد بتونیم بفروشیمش. برام میگه که دخترمون دیگه بزرگ شده و باید بدیمش به یه خانواده دیگه، چون نمیتونیم دیگه ازش نگهداری کنیم. تامسین هم که این حرفو میشنوه میزنه زیر گریه. نصف شب میشه و تامسین صدایی میشنوه و بیرون خونه برادرش کیلب رو میبینه. کیلب میگه میخوام برم به تله‌های گذشتم سر بزنم، چون خیلی مام بابا ناراحتن و میخوام یه شکار براشون بیارم. تامسین هم اجازه نمیده، اما بعد اصرار برادر خودش هم قبول میکنه همراهش بره تا بتونن پدر و مادر رو خوشحال کنن. موفقم میشن چون توی یکی از تله‌های حیوان افتاد و وقتی
نگرش میدارن همون خرگوش قبلی دوباره سر میرسه. سگشون هم شروع میکنه به سر و صدا و یه دفعه اسب هم میخواد در بره. سگ میفته دنبال خرگوش و کلب هم میره دنبالش و تامسین که بلد نیست اسب آروم کنه میخوره زمین و بیهوش میشه. چند ساعتی میگذره و هوا داره رو به تاریکی میره. پدر و مادرم خیلی نگران کلب و تامسینن. میبینیم که توی جنگلم کلب هنوز خواهرش پیدا نکرده و هرچی هم صداش میکنه جوابی نمیشنوه. شروع میکنه به دعا خوندن و قدم زدن که صدای فریاد سگشون میاد. میدوه سمتش و با وحشت به بدن پاره شده سگ زل میزنه. حالا با ترس بیشتری در میره. تاباسینو میبینیم که بالاخره به هوش میاد و همین لحظه صدای پدرش رو میشنوه که اومده دنبالشون. بالاخره همو پیدا میکنن. میبینیم که کلب هم توی جنگل یه زن قرمزپوش جذاب میبینه که سمتش میاد و میبوسدش. ولی یه دفعه دستای زن چروک میشن و با قدرت کلبو نگه میداره. تامسین هم با کمک پدر برمیگره مزرعه. حالا مادر عصبانی تره و بازم تامسین رو دعوا میکنه که چرا کلبو برد جنگل. دوباره بحث جام نقره‌ای هم وسط میکشه و پدر که این بار دلش میسوزه طرف تامسین رو میگیره و اعتراف میکنه که خودش اون جامو برده فروخته. دوتایی حالا میرن بیرون و دعوایی بینشون شکل میگیره که خیلی هم بین این زن و شوهر فاصله میندازه. اما خب رفتار مادر با تامسین بهتر میشه و به خاطر شک کردنش ازش معذرت میخواد. همچنان نگران کلب و نصف شب تامسین صدای میشنوه. بعدش کلب و بیرون خونه کاملا برهنه میبینه که رفتارهای عجیبی هم داره. از این روز کلب همش روی تخت و هیچ حرکتی نمیتونه بکنه. مادر که فکر میکنه پسرش جن زده شده مقداری از خونش رو میگیره و یه مراسم اجرا میکنه بلکه انرژی بد ازشون دور شه. چند روز بعد تامسین میره تا شیر بزو بدوشه و دو قلوها هم پیش بوت سیاهشونن. انگار دارن باهاش حرف میزنن و مرسی به تامسین میگه این بوزه هم مثل ما فکر میکنه تو شیطانی و جادوگری. جوناس هم همین حرف رو تایید میکنه و تامسین هم میبینه که به جای شیر از بوز مادهشون خون میریزه و با عصبانیت ظرف هول میده زمین. دو قلوها از این رفتار بیشتر میترسن و حالا مطمئنن که این بچه یه چیزیش هست. مادرم میبینه که پیش کلب نشسته و دعا میکنه. به محض دیدن پدرم بهش میگه پسرمون رو جادوگرا طلسم کردن. ولی خب پدر به این چیزا باور نداره. بعدم تصمیم میگیره بره شهر تا یه دکتر برای کلب بیاره و یه خانواده هم پیدا کنه که تامسین رو بهشون به عنوان عروس بده. بعدم راه میفته و چند ساعت بعد که مادر دخترها دارن گندم آماده میکنن یه دفعه صدای فریادی از خونه میاد. میدوام پیش کلب که داره یه سری جمله نامفهوم میگه. از درد زیاد به خودش میپیچه و همینطوری هم هی دعا میخونه. یه دفعه هم بالا میاره و از دهنش یه سیب گاز زده میفته بیرون. چند ساعت بعد که پدر برمیگرده مادر ترسید و بهش دوباره میگه که پسرمون طلسم شده. دوقلوها هم این دفعه تایید میکنن و میگن تامسین جادوگر و کلبو طلسم کرده. بعدم کلی چیز علکی مثل همون قضیه دوشیدن شیر یا جریانی که لب دریاچه اتفاق افتاده میگن و هیچ کس هم به دفاع تامسین توجهی نداره. به حدی که مادر دوقلوها رو کلا از تامسین دور میکنه و میگه نزدیکمون نیا. پدر دیگه کلافست برای دفاع از تامسین، بهش میگه همین الان زانو بزنه و ما دعا کن. اونم برای اثبات اینکه جادوگر نیست همین کارو میکنه. دوباره دو قلوها برای بد نشون دادن خواهرشون میگن ما دعا رو اصلا یادمون نمیاد، هیچ چیز ذهنمون نیست. بعدم خروش نمیدادن زمین هی فریاد میکشن که بدنمون درد میکنه. معلوم نیست واقعیه یا الکی. کلب حالا واقعا نفسش میگیره و وسط فریادش میگه اون زنه خون منو میخواد. دو قلوها هم همین جمله رو هی تون تون تکرار میکنن. درد کلب هم به حدی زیاد میشه که یه دفعه با زدن یه جیغ بلند جلوی چشم همه میمیره. حالا مادر خیلی بیشتر داغون و طبق معمول با مقصر دونستن تامسین اونو از خونه بیرون میکنه. پدرم میره دنبالش و دختر در حال زجه زدن تو آغوش میگیره. تامسین یکم آرومتر میشه تا وقتی که پدر با یه حرف کوچک میفهمونه که اونم به جادوگر بودن تامسین شک داره. دختر خیلی عصبانی تر میشه و میگه شما هیچ کدوم منو باور ندارید. بعدم نظر خودش رو میگه که دو قلوها با اون بز سیاه صحبت میکنن. اونا شیطانین و اون بزم شیطانیه و شاید هم اونا باعث این اتفاقا شدن. اون بز سیاه تو همه انجیلا نوشته شده که میتونن همون شیطان یا لوسیفر باشن. پدرم که دیگه کلافه شده تامسین رو با دو قلوها تو طویله زندانی میکنه تا بفهمه این اتفاقا در اصل تقصیر کیه. بچه ها هم همچنان دارن همون محکوم میکنن. پدرم مادرم کلبو خاک میکنن و نصف شب تامسین صدای پدرش رو میشنوه که داره فریاد میکشه و از خدا میخواد ببخشتش، چون اون بوده که به خاطر غرور تو شهرش باعث شده اونجا تبعید شن و زندگی خانوادهشون کلا تو این مزرعه بپاچه. مادر میبینیم که توی خونه تنهاست و یه رفعه توهم میزنه که کلب و نوزاد گم شده روی صندلین. میره طرفشون و با لبخند نوزاد از کلب میگیره تا بهش شیر بده. تو طویله هم دو قلوها از خواب پا میشن و با وحشت به بز سفید زل میزنن که یه پیرزن عجیب داره ازش شیر میخوره. پیرزن فریاد میزنه و تامسین هم از خواب میپره و همشون وحشت زدن. توی خونه هم میبینیم که مادر همچنان داره به نوزاد شیر میده، اما توی واقعیت یه کلاغ سیاهی که داره به سینه های مادر نوک میزنه و ازشون خون میچکه. صبح که میرسه میبینیم سینه مادر خونیه اما زنده است. پدر با وحشت میاد بیرون از خونه و طویله نابود شده رو میبینه.
دوقلوها ناپدید شدن، بزشون تیکه تیکه شده و فقط تامسین اونجاست. بز سیاه یه نفر طرف دیگه میاد و با شاخ ضربه‌ای به شکم پدر میزنه. اونم تبر برمی‌داره، اما با یه نگاه دیگه به زندگی نابود شده شون تبر رو میندازه زمین و آماده مرگه. حالا بدون هیچ مقابله‌ای بز سیاه یه ضربه دیگه بهش میزنه و پدر زیر کلی چوب میفته و میمیره. تامسین هم وحشت مرگ پدر بهت زده است و میره سمت اون. یه دفعه مادرم میاد بیرون و با دیدن همسرش باز تامسین رو مقصر میدونه. بهش میگه تو شیطانی و زندگی رو خراب کردی. هرچی تامسین توضیح میده اون قبول نمیکنه و به دختر حمله میکنه. وسط کتک زدنش تامسین یه چاقو پیدا میکنه و برای دفاع خودش مادرم میزنه. اما بازم اون عقب نمیکشه و میخواد دختر رو خفه کنه که دخترم چند ضربه دیگه میزنه و مادر رو میکشه و زنده میمونه. بعدم با گریه میاد داخل خونه و لباس خونیشو عوض میکنه. هنوز توی شوکه و با تاریکی هوا صدایی از بیرون میاد. صدا از استبل و تامسین بز سیاه رو اونجا میبینه. بز یه دفعه به حرف میاد و میگه چی دلت میخواد؟ دوست داری با لذت زندگی کنی؟ دخترم در آخر سر تکون میده. یه دفعه بز به این مرد قد بلند تبدیل میشه و به تامسین میگه لباساتو درار و اسمتو تو اون کتابی که جلوت بنویس. تامسین هم این کارو میکنه و دنبال این شیطان راه میفته. کمی جلوتر صدای تلس خوندن میاد و چند دختر دیگر در حال رقصیدن و جادوگری میبینه. تامسین میره سمتشون و کم کم انگار پرواز میکنه. بالاخره ته دل خوشحال و لبخند میزنه و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. ویچ خیلی خفنه، یعنی این شاید شما بخواد بگی که ترسناک‌ترین صحنه‌اش همون جایی بود که میاد اون بچه رو نشون میده که چجوری میخوردش میزنه و میواله به بدنش، اما نه، یعنی ترس فیلم خیلی قشنگ میاد این بحث کلا پاشیدن یه خانواده رو نشون میده و اینکه چقدر یه داستان کوچیک میتونه باعث شه همشون به هم بی‌اعتماد بشن و زندگی رو بر هم دیگه جهنم بکنن، انقدر زندگیشون خراب بشه. و دیدیم که آخر فیلم تاماسین دیگه هیچی رو زندگیش نداشت و خیلی راحت رفت توی جامعه جادوگرا و همه چی می‌خواست فدا بکنه، چون دیگه اصلا دلیل برای زندگی نداشت. دقت هم بکنید، خب خیلی واضحه ما توی فیلم شخصیت بد داریم. آره اون جادوگره هست، اون شیطانی هست که توی قالب بز همه اینا رو داره ما نشون میده، ولی اصلا اتفاقی که تو فیلم میفته به خاطر اونا نیستن. اتفاقای اصلی که میفته به خاطر پاچیدن اون خانواده است، به خاطر شک و بی‌اعتمادی های خانواده به تاماسینه، به خاطر اینکه همش دارن انگوششون رو سمت همدیگه میگیرن. پدر برای اینکه بخواد زندگیشو درست بکنه میره اون چیزی که برای مادر بوده رو دیگه بهش بگه میفروشه. دوقلوهای خواهرشون رو اذیت میکنن، خواهر بزرگتر برای جواب دادنش میاد اونا رو میچزونه و انقدر هم دیگه رو اذیت میکنن و زندگی همون نابود میکنن که اصلا حواسشون من تحت بیرونیه نیست، که اگه حواسشون رو جمع میکردن شاید میتونستن یه جوری باهاش مقابله کنن و اونو شکستش بدن. کلا میگم بحث روانشناختیشو خیلی قشنگ نشون میده و برای همینم هم توی این سبک خیلی معروفه و کارگردانش هم نزدیک به 5 سال وقت میذاره قبل ساختن فیلم که بتونه دقیق زندگی قرن 17 انگلستانو به نمایش بذاره. یکی دیگه از جنبه‌هایی که توی فیلم نمایش در میاد همین بحث حقوق زنا توی اون دوره انگلیسه، اینکه یه زن حق نداشت برای خودش تصمیم بگیره و خانواده‌اش میگفتن بچه خب بزرگ شه بریم بدیمش به یه خانواده دیگه، همون کاری که می‌خواستن با تامسین بکنن. و خب اصلا شنیدن همین حرف یادمون باشه باعث این شد که بچه خیلی به هم بریزه. تامسین دیگه بیدار بمونه تا دم دمای صبح و دم صبح هم بره با کیلب توی جنگل. یعنی اگه این کار انجام نمیداد فقط خیلی راحت جلوی کیلب رو میگرفت، شاید همه چیز تموم میشد. اما خب می‌خواست برای اثبات خودش به پدر و مادر باهاشون بره و می‌خواست یه خورم از خونه دور باشه. خب همینم باعث روی کیله و دست بره و خودش هم که در آخر دیدیم چی شد. میگم شما از اعضای خانواده میتونید از هر کدومشون یه دونه گناه جدا در بیارید که باعث شده این اتفاق براشون بیفته. و خب اونم که دیدیم لحظه‌ای که دیگه اون دختر کاملا پاچید و نابود شد همون جایی بود که پدر بهش گفتش که منم تو رو باور ندارم و منم انگار شک دارم تو جادوگر باشی. همینو که گفت دیگه بچه کلا همه چی از دست داره، انگار ترکید کلا. جامپ اسکرای فیلمم گفتم شاید زیاد نباشن، کمن، ولی خیلی اساسی و خفنن. یعنی یهو جایی که توقع ندارید میزنه تو صورتتون. بازم میگم کلا حتی خود کارگردانم این فیلمو بهش میگه فامیلی دراما، یعنی یه درام خانوادگی، نمیگه فیلم ترسناک، به خاطر اینکه کلا میاد روی این مانور میده که بی‌اعتمادی اعضای خانواده به هم دیگه، دعواشون با هم دیگه چقدر میتونه اون خانواده رو نابود بکنه. حالا شاید توی واقعیت این نباشه که مثلا پدر با یه بز بمیره یا پسر بزرگ خانواده یا تلس بشه، نه یه جور دیگه است، ولی در آخر خانواده رو میپاچونه. فقط کافیه که اعضای خانواده پدر و مادر بچه‌ها اعتماد نکنن، بچه‌ها همش بخوان همدیگه رو لو بدن و هم زندگی همون به فنا بدن. وقتی این اتفاقا بیفته طولی نمیکشه که کلا همه چیز به بدترین شکل به تباهی میره.
چیزی هم نیست که بخوام بگم رو هوا حرفشو بزنم. قطعا همه شما حداقل یه بار توی زندگیتون این تجربه رو داشتید که بین خودتون با خواهر برادرتون یا خودتون و پدر و مادر یه اتفاقی بیفته که حس کنید بهتون اعتماد ندارن یا اونا حس کنن شما بهشون اعتماد ندارید و خب تجربهش کردید و میدونید که چقدر اون لحظه دردناک. حالا فکر کنید مثل زندگی تامسین هر لحظه زندگی داره اینطوری پیش میره و هر اتفاقی که میفته انگشت میاد سمت تو میگن که تو مقصر همه چیزی و خودت هم کم کم همین باور رو به خودت داری شکل میدی. این در آخر باعث میشه که به همون نابودیه برسی. خیلی بده و امیدوارم برای هیچ کس اتفاق نیفته. اینم گفتم که خب مثل همه فیلم ها آخرش حرفی میزنم، فقط خواستم بگم که حواستون به هم دیگه باشه. تو خانوادهتون، خانواده آدم آخرین چیزیه که همیشه پشت آدم میمونه. یعنی اگه همه رفیقات عشقت همه ولت بکنن، باز خانواده پشتتن هر چقدر هم بد باشن، به هر حال از یه خونید و وقتی که بدونید واقعا به کمک هم نیاز دارید میاد کنار هم دیگه. برای همین خانواده خیلی مهمه. هر چقدر بدن باز حواستون باشه که اون بی‌اعتمادی کاری نکنه کلا بپاشید و از هم دور شید. همیشه یه راهی برای برگشتن داشته باشید چون معلوم نیست زندگی چی براتون پخته باشه تو راه. به هر حال یه جا شاید مجبور بشید برگردید تو جایی که احساس امنیت میکنید و اون هم خانواده است. دیگه همینم هم منبر بیام پایین. خلاصه فیلم خفنیه. یه بارم خواستید ببینیدش حتما، چون من خیلی جاهاشو نگفتم، باز براتون فیلم جذابیتو داشته باشه. توی کانال زاپاس جوین بشید، لایک کامنت ساب یارتون نره. خیلی خیلی دوستتون دارم. همه کامنتاتون رو میخونم. مرسی واسه حمایتایی که میکنید و همه فیلمایی که میگیدم سعی میکنم توی کانال قرار بدم. دیگه همین، روزتون هم گلسی.